روی صفحه اصلیمون. استوب شیر کنم، برگردم به فایلی که داشتیم نگاه میکردیم. رسیدیم به قراردادهای هوشمند. قرارداد هوشمند آقای نیک سابو سال 1994، قبل از اینکه اصلا داستان بلاکچین به وجود بیاد، در مورد قراردادهای هوشمند صحبت کرده و اومده توضیح داده. این قراردادهای هوشمند همون توکن هایی هستند که روی بستر بلاکچین دیگران فعال میشن. اومده گفته که ببینید، مثلا شما میتونید، من میتونم مثال های مختلف براش بزنم. الان شما میخواین یه خونه، یه دفتر کار اجاره کنید. برای اجاره کردن دفتر کار، اول میرید مثلا یا سراغ سایت مثل دیوار و اینجور چیزا، همشهری و اینا، یا میای میری سراغ این آژانس های املاک. آژانس املاک چیکار میکنه؟ یه دیتابیس فقط داره که به شما معرفی میکنه که این مثلا تو چه متراژی میخواد، چه قیمتی میخواد، چه شکلی باشه و چه امکاناتی، از این حرفا. دیگه مثل اجاره کردن خونه است یا خرید خونه است. حالا توی قرارداد هوشمند میگه که چون آژانس املاک هیچ ارزش افزوده ای به این فرایند اضافه نمی کند، پس باید حذف شود. نحوه حذفش چجوریه؟ ببینید، ما باید به یه نفر واسط اعتماد کنیم که بیاد این پول جابجا شه دیگه، یا طرف اجاره شو بده. در قالب یک قرارداد هوشمند این کار انجام میشه. مثال ساده تر، ماشین های خودران. فکر کن شما میخوای بری فرودگاه، از روی اپلیکیشن یه ماشین خودران سفارش میدی که بیاد این اسنپ و تپسی بیاد در خونه شما رو برداره ببره فرودگاه. توی مسیر نیاز بنزین بزنه، میاد میره تو پمپ بنزین، ماشین خودران به صورت اتوماتیک بنزینش رو میزنه، پولش از طریق یک قرارداد هوشمند پرداخت میشه. یعنی مثلا اگه ما به جای اینکه این کارت سوخت رو طراحی میکردیم، میمدن رو پلاک میدیدن، این همه داستان نمیدونم فروش کارت سوخت اینجور چیزا هم وجود نداشت. بعد بنزینشو میزنه، میره تو مسیر، راه میفته، عوارضی مسیر رو پرداخت میکنه، میره در فرودگاه، میرسه فرودگاه، شما رو پیاده میکنه، شما پرداختتون هم از طریق یک قرارداد هوشمند که مربوط مثلا این کیف پول هست که میگه تا اینقدرش میتونه ورداره پرداخت کنه، اونجوری انجام میشه. تو مسیر برگشت میره بیمه تموم شده، بیمه رو ماشین رو بیمه میکنه، کارهای مختلف انجام میده و همه این کارها به صورت اتوماتیک انجام میشه. و اون بیمه هم اون بعد دیگه یه آدمی نشسته بگی که مثلا من این سفارش رو با این مثلا میپذیرم و اینجوری رو برات پرینت کنه. اونم طی قرارداد هوشمند مشخصه. این سایت‌ها یه چیزی دیدین که مقایسه بیمه رو انجام میدن، بیمه میفروشن دیگه، بیمی تو و بیمه آنلاین و این انواع مختلفی داره، از اون طریق داره سرویسش رو دریافت میکنه. پس این وسط رسیدیم به همون سازمان‌هایی که در آینده گردش های مالی چند میلیون دلاری دارن، در این حال نه مدیر عامل دارن، نه دفتر دارن، نه کارمند دارن و همه چیز رو بستر بلاکچین هست. تعریف قرارداد هوشمند یه همچین چیزیه. یعنی اون قراردادی که قبلا به صورت دستی انجام میشد، حالا میره روی پلتفرمی روی بلاکچین و به صورت اتوماتیک و بر بستر بلاکچین انجام میشه. دو طرف به هم تراست دارن و این اعتماده کمک میکنه که واسطه ای که هیچ ارزش افزوده ایجاد نمی‌کرده و هزینه رو افزایش میداده، چون شما یک کمیسیون بهش میدادید و زمان اجرای یک عقد قرارداد افزایش میداده، حذف بشه. پس همچنان دنیا داره میره به سمت اثر بخشی بهتر از فعالیتایی که انجام میده، نه کارایی. کارایی خب یه لول پایین‌ترشه. ما انواع قرارداد هوشمند داریم. یک قرارداد هوشمند داریم که مربوط به همون سازمان ها میشه، این رنگ آبیه DAO. یک قرارداد ساده داریم مثل مدل قرارداد بیمه اجاره یا همون ماشینه که گفتم میاد میره براتون میداره میاره. یک قرارداد داریم رو بستر IoT Internet of Things، همون شبیه همون کاپیشنایی بود که گفتم یه دونه تگ RFID روی بازوش هست، این آدم هایی که هاملسن میان میرن میگیرن، مثلا میرن تو فروشگاه غذا بگیرن و دارو نبره طرف، مواد مخدر استفاده کنه یا چیز دیگه، یا اصلا ازش ندزدن. و در نهایت هم یک سری دپس وجود داره، decentralized app، اپ هایی که decentralized هم. ببینید وقتی که centralized باشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی راحت دولت ها و سازمان ها میتونن
تحریمش کنن، مسدودش کنن، اجازه ندن. بس اینا میدونی یه فلسفه پشتشه. میدونی مثلا دو جریان آزاد اطلاعات یه حرفای اینجوریه که اومده کمک کرده که مثلا اینا توسعه پیدا بکنه، و این قرارداد هوشمند میاد میره رو اینا قرار میگیره. اگر مثلا خاطرتون هست هی میگفتن تلگرام مثلا میره رو بلاک چین، میره این کارو میخواد بکنه دیگه، فیلتر نمیشه، غیر قابل فیلتره، چیز تلگرام بود. دقیقا همین بحثه، و خب خیلی دارن روش کار میکنن، خوبم دارن کار میکنن و اهداف دیگه ای رو پشت این دارن که خب به هر حال یه تیکه از انواع قراردادهای هوشمندی که ما داریم در این کلاس بهش میپردازیم. من یه نگاه کنم ببینم چقدر دیگه بحث مونده. خب قسمتی که باقی مونده یه مقداری چیزه، مطالب خوب و جذابیه. من دلم نمیاد که بگذرم ازش، چون احساس میکنم که بعد از 2 ساعت و 5 دقیقه یه مقداری شاید اثر بخش اومده باشه پایین. من نگران چیزم نیستم، اینکه مثلا کلاس یه مقدار طولانی تر هم بشه، اما خب فکر میکنم شما شاید خسته شده باشین. میتونم بحث بررسی اهمیت KYC و AML رو بذارم برای شروع جلسه فردا. فردا شب، همین 7 و 9 شب داریم، با هم اونو صحبت بکنیم، چون این انشابا رو باید ببینیم، هافینگ رو باید ببینیم، تاریخ استخراج. این قسمت قشنگه است که ببینید، حالا انشاء یه چیزی کاسب شیم بریم دیگه. ببینید اینجایی که هافینگ انجام شده درست دایره کشیده، میبینید نصف شدن پاداش از 50 به 25، 25 به 12.5، 12.5 به 6 و 25. میبینید یه دفعه شروع کرده رشد کردن. اینجا هم توی این نمودار میبینید این خط وسط هافینگ است و بعد یه رالی شروع کرده، بعد تو سایکل بیر افتاده، بعد اومده بولیش شده، اومده بالا، دوباره افتاده توی این نقطه هافینگه. و همیشه میگم بعد از هافینگ ها یه نقطه بسیار خوبیه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید با روی کرد خوب. یکی از اون نکات مهم فاندومنتال برای خریده دلایل هافینگ. خب من دیگه این معرفی اپلیکیشن ها دیگه چیز خاصی نیست. بی زحمت، به خاطر اینکه کار هفته فردامون راحت بشه، از صفحه 38 و یه سری توضیح خیلی چیزی نداره. منم اگه میرسیدم امروز از روش میگذشتم، فقط میگفتم اسما رو برید نگاه کنید، مثلا کوین مارکت کپ باز کنید، ولی با کوین مارکت کپ حالا کار داریم. حتما هم یادم بنداز یه مجموعه ویدیو براتون به اشتراک بذارم. معرفی وبسایت هاست، حالا اینو فقط بهتون بگم، اینا وبسایت های خارجی که شما میتونید ازش استفاده بکنید و ترجمه اینها رو به فارسی در ارز دیجیتال IR cryptocurrency mihamblockchain.com میتونید ببینید. بچه دانشگاه شریف یه وبسایتی دارن farazin.ir، از هوش مصنوعی برای ترجمه متون استفاده کردن. بعد نیست، حالا شبیه یه مقدار شاید بعضی جاها بهتر از گوگل ترنسلیت. اگه کسی مشکلی داره توی خوندن یه مطلبی، یه سری اصطلاحات سخت و دشوار توش به کار برده شده، میتونه اون متن رو کپی کنه توی فرازین و ازش استفاده کنه. از اون وبسایت انگلیسی حتما استفاده کنید. در غیر این صورت، برای اینکه در جریان اخبار اطلاعات باشین، میتونید از این سه تا هم بهره بگیرید. و من ما پس تا صفحه فکر میکنم بریم بالا یه بار که خیالم راحت شد که تا کجا رفتی. ما تا صفحه 30 ادامه دادیم، یعنی اهمیت KYC AML رو من میذارم برای فردا شب که با هم شروع کنیم. این تیکر هم شما بی زحمت مطالعه کنید. و قسمت ثروتمندان رو فردا داریم، یه مقدار بحثای جذابتری داره، مخصوصا دید زدن به کیف پول ثروتمندان رو ببینیم چیا دارن چیا ندارن، شاید به ما کمک کنه در ترکیب پورتفولی که میخوایم بچینیم. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشین. خیلی خوشحال میشم فیدبکاتون رو اگر دوست دارید به من به صورت خصوصی بدین. بعضی موقع شاید من یه مقداری سرعت گفتنم زیاده، یا اینکه مثلا طول تفسیر بیشتری میدم، اینا کمک میکنه که من بتونم قشنگ کلاس رو تیون کنم. تمام لینک هارم که تو قسمت لینک گذاشتن، ضمناً روی این PDF رو اگر دانلود بکنید از قسمت فایل، اینا همه هایپر لینک، روش که کلیک بکنید میرید روی سایت مربوطه. خب
مطابق معمول اگر موافق هستین سوالات تو همون گروه تلگرامی مطرح کنین، من حتما میبینم سوالات رو جواب خواهم داد و دیگه خدمتتون عرضم که شما خسته نباشید، حتما پیگیر اون سایت نوویتکس باشین. یه جلسه فردا میخوام یه تیکه ای رو از خرید و فروش بهتون بگم، این مهمه چون بعد درگیر بازی بشین و تا چیز نشه خب خیلی تا نپرین روی خرید و فروش شروع نکنید شما، خب زمان میبره که مسلط بشید. سوالاتتون رو جواب میدم همه رو، بعد دیگه شما هم دوستان خسته نباشید، ممنون. به هر حال خیلی کار بزرگی دارین انجام میدین، من میدونم این روزا همه دغدغه دارن، مشکلات خاصی دارن، به هر حال زمان گذاشتن برای یاد گرفتن یه چیز جدید خیلی واقعا خوبه. یادم این تئاتر بهزاد محمدی هست، حالا همش هم بیشتر خنده و تئاتر کمیکه، میگه اونایی که ساعت 11 تا 1 شب میان میشینن اینجا تئاتر من رو نگاه میکنن، اونا همه آدمای باحالی هستن، به خاطر اینکه این موقع شب بیای تئاتر رو نمیدونم با این همه انرژی بخوای برگردی، خب آدمای خاصیه. شما من همین تعبیر رو برای شماها دارم، قطعا شما آدمای باحالی هستین و جالب که دنبال یه همچین موضوعی دارین میرین. امیدوارم که سود خوبی اصلا نباشید من دیگه عرضی ندارم. آقای یوسفی اگر شما نکته ای هست بفهمید برای دوست. دوست عزیزمون پشتیبان هستیم خدمت. اگه نکته شما دارین بفرمایید برای اینکه بچه ها بتونن دوستان بتونن ویدیوها رو ببینن. در غیر این صورت که خداحافظی کنید. اینترنت ضعیف. از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار.